Elhamdülillahi vahdahu ve salatu ve selamu ala men la nebiye ba'da. Amma ba'd fa auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem el hayâ khayrın kulluhu. Ev kama kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem. Şumara ve dumin برنامه در پرتو اسلام خوش آمدید میگوییم. امروز روی موضوع حیا از دیدگاه اسلام میخواییم بحث داشته باشیم. قسمی که برای شما اشاره کردیم جناب پیامبر بزرگوار اسلام روی حیا بحث میکند. اول باید بدانیم که حیا چیست؟ در کدام صورت انسان باید حیا بکند؟ از کی باید حیا داشته باشد؟ طبعا حیا به معنای انزوا و یکسو شدن و گوشه‌گیری کردن را گفته می شود از کارهای بد و کارهای مزخرف در اجتماع. ارانشه یک انسان به او بد می بیند و او برایش ناپسند هست، ای را حیا گفته می شود. پیامبر بزرگوار اسلام برای مسلمان ها حیا را توجیه می کند. حیا ای است که شما از خدا حیا داشته باشید. قسمی که شایسته حیا است. پیامبر بزرگوار اسلام بیان میکند که در تمام در کلن حیا خیر هست برای افراد. افرادی که اونا با حیا هستن اونها خیر را کمایی میکنن، اونها همیشه در خیر هستن. حیا را پیامبر بزرگوار اسلام شاخه از ایمان دانسته. در یکی از حادث دیگر جناب پیامبر معزز اسلام بیان میکند که ایمان و بزرگ و سبقون شعبه، ایمان افتاد چند شاخه یا شست و چند شاخه است. فافضلها قول لا اله الا الله، افضل ترین شاخه ایمان قول لا اله الا الله است، کلمه معزز اسلام، کلمه طیبه است. و در اینجا جناب پیامبر بزرگوار اسلام گفته که و ادناها اماتت الاذى عن الطريق، ادناترین شاخه حیا هم دور کردن بعضی اشیای موذی و ضرر رسان از راه است که برای مسلمان ها ضرر وارد نکند. مثلا سنگ بوده باشد، مثلا چوب بوده باشد، مثلا خار بوده باشد، مثلا شیشه بوده باشد، اشیایی که در حقیقت برای افراد زیان و ضرر وارد میکنن، دست پای مسلمان ها و سرا با اونها اصابت میکنن، جناب پیامبر بزرگوار اسلام میگن که اگر کسی اینها رو دور میکنن، گویا که اینها یعنی حیا اینهایی را و سرا باز داشته که اینهایی کار بکنن، یعنی ایمان اینهایی را باز داشته کار بکنن. و در آخر جناب پیامبر بزرگوار اسلام بیان میکند که الحیا شعبة من الایمان، حیا هم شاخچه از ایمان و یا شاخه از ایمان است و یا پاره از ایمان است. در حقیقت انسان زمانی که بالای احادیث پیامبر بزرگوار اسلام غور میکند، در اینجا میابد که انسان هایی که اونا حیا ندارن اونا فاقد ایمان هستند. به ایمان ها که ایمانشون کامل نیست، جز ایمانشون به صلاح ترک کرده شده هست. افرادی که اونا حیا دارن بدون انسان افرادی هستند که به صلاح بس ایمانشون کامل هست. جناب پیامبر بزرگوار اسلام در حدیث بیان میکند که الحیا لا یأتی الا بخیر، حیا نمیارد هیچ شی را مگر خیر را برای افراد بیان میکند میاند. حیا برای انسان میشه خیر را میاد. انسان های با حیا در همه امورات زندگیشان اونها خیلی مفلح و رستگار و کامیاب میباشند، اونها هیچ زمان خوار و ذلیل نمیشوند. اما انسان هایی که اونها حیا ندارن فاقد الحیا هستند، در داخل اجتماع مثلا اونها در کارهایی را که انجام میدن کارهای مزخرف است خیلی با اونها بسرا خوشایند میباشند، با جذابیت انجامش میتن، اونها ببینه که عواقبشان باز عواقب خطرناک خواهد بود. اونها به اصطلاح بر عواقب ناگواری با سر دچار میشوند. اونها واس خام خواه ضرر وارد میکنن، بر ضرر وارد میشود. کسی بالا اینها ضرر وارد میکنن. چرا؟ در اینجا گفتار پیامبر بزرگوار اسلام هست. الان شای پیامبر بگوید اون خام خواه متحقق میشود. عزیزان گرامی، حیا بر دو قسم است. یکی حیای فطری هست، یکی حیای اکتسابی هست. حیای فطری همی است که انسان زمانی که به دنیا میارد فطرتاً در وجود هر انسان حیا متحقق می شود و در وجود هر انسان حیا هست. مثلا زمانی که انسان به دنیا میاد اونها می خواهند ستر عورت بکنند، خودش حیا هست، خودشون شرمشان میاد که عورت اونها برهنه بوده باشد، افراد عورت اونها را ببیند. اینه ببینید، حیای فطری هست که فطرتاً در وجود هر فرد مسلمان و هر فرد ای حیا در وجود متحقق شده که است. دوم حیا، حیای اکتسابی هست که حیای اکتسابی انسان از آموزه های قرآن حدیث می آموزد. پس حیای اکتسابی انسان از دین پروردگار می آموزد. پس ای حیای اکتسابی انسان را به صلاح
وادار میکند که اینها عبادت خدا را بیشتر انجام بدن، در مقابل اوامیر خداوند اینها استقامت بسانشان بدن. اگر وسط الله بر اینها امر میکند، در عرصه امورات خدا بارشن امر میکند، ولو که با مشقت مواجه هم میشوند، بازم این امورات را ترک نمیکنند. ای ای اقتصابی هر فرد است. اما احیا از لحاظ جلوه های حیا در اجتماع باز بخش های متعدد دارد که به سه بخش تقسیم می شود که خداوند تبارک و تعالی برای ما هدایت نصیب بگرداند که از این حیاها هم در وجود ما چیزی بوده باشد. از جمله یکی حیایی که به صلاح در اجتماع به صلاح از لحاظ جلوه های حیایی هست، حیا از الله رب العزت و الجلال است. پس انسان از خداوند تبارک و تعالی حیا داشته باشد. بس حیایی که از الله هست، علمای رو بر چهار بخش تقسیم میکنن. اول این که انسان حس حیا بکنه، چه قسم حیا بکنه؟ زمانی که یک انسان یک کار مزخرف بد را انجام میدهد در اجتماع، در اینجا اگر یک مرد صالح و یا مردی که اونها در داخل قوم عزت دارند با اونها روبرو میشوند، شرمنده میشود که انسان صالح اینها را دید. همین قسم اینها از خدا حیا بکنن که خداوند اینها را هر لحظه مشاهده میکند. ان الله بصير، ان الله بصير بما يعملون یا بما تعملون. بر هر کاری که انسان به صلاح عمل بکند، هر کاری که انسان در اجتماع انجام بدهد، این را بداند که خداوند اونها را نظاره می کند. پس ببین انسان حوال از خدا حیا داشته باشد. حیای الله به چهار بخش باز علما تقسیم کردن. یکی حیا از گناه است. زمانی که انسان ها گناه میکنن، فحشا میکنن، زنا میکنن، کارهای مزخرف انجام میتن، یک مرتبه یادشان که آمد از خدا، ترس خدا در وجود اینها داخل شد، اینها باید است که توبه بکنن و اصرار برای گناه خود نکنن. این حیا از گناه است. وقتی تو گناه کردی، خداوند تبارک و تعالی تو را مغفرت کرد، تو را الله غفور هست، تو توبه کردی، اما بعد اصرار از گناه نداشته باشی. دیگر حیا از پروردگار امی هست که انسان ها زمانی که عبادت می کنن، همیشه خود را قصیر و کوتاه در اموراتشان ببینن. جناب پیامبر بزرگوار اسلام عبادت می کرد، حضرت خدیجه، حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها گفت یا رسول الله، آیا الله تبارک و تعالی گناهان شما را مغفرت نکرده است؟ آیا خداوند گناهان اولش و آخر شما را نبخشیده است؟ پیامبر گفت یا عایشه، آیا ما بندی شکرگزار الله رب العزت و الجلال نباشم؟ زمانی که پروردگار برای من مغفرت کردگی هست، از جهت سپاسگزاری برای الله رب العزت و الجلال، از جهت از اینکه من شکران نعمت خدا را انجام بتوم و ادا بکنم، برای الله سر به سجده پایین میکنم. اینجا ببینی که حیا از کمکاری و تقصیر خدا فرد هست. انسان همیشه کارهایی که انجام میدهد به او بسرا مغرور نباشد که ما عالم هستم، شخصیت معزز در اجتماع هستم و شاید عبادت برای من قدر مهم نباشد. پس هر فرد باید از عبادت خدا را، هر چه که نعمت خدا بیشتر می شود، اما قدر در عبادت خدا اینها فرو بروند، در عبادت خدا غرق شوند، با سوی خدا رجوع بکنند، خدا را بیشتر بیابند. اینجا ببینی که حیا از کمکاری و تقصیر خدا فرد می باشد. حیا از بزرگداشت و احترام برای الله تبارک و تعالی. جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه، خلیفه معزز اسلام، اولین فردی که بعد از انبیا در اسلام عزت دارد و اولین فرد بشر است، اینها یکم کس هستند که داخل جنت میشوند. اینها میگن که زمانی که اینها به طرف بیت الخلا و یا دستشوی حرکت میکردن، با سر بسار پایین بسار فروتن داخل میشن، از خداوند حیا میکردن. در اینجا میبینی که در هر جایی هستی، از خدا انسان باید حیا داشته باشد. داخل دستشویی میشوند، اما به خاطر داخل دستشویی میشوند، از این قاعده که ان الله بصیر بما تعملون، اینها استفاده کردن. خدا اینها را میبیند، خدا اینها را نظاره میکند، خدا متوجه اینها است. به خاطر اینکه اینها کشف عورت میکنند، از آن جهت شرمشون از پروردگار میاد. خیلی با حیا، بسار فروتن، بسار با خشوع خود و داخل مثلا اینها بیت الخلا میشن. انسان ها در امورات زندگیشان باز همین قسم بوده باشن. در آخر، کسانی که از برادران و خواهران ویدیوهای ما را تماشا میکنن، از برنامه در پرتاب اسلام، با
پس پیشنهاد و یا انتقاد و یا سوالات داشته باشند میتونن برای ما کامنت بکنن. انشالله در برنامه های بعدی یک روی اونها میپردازیم و انشالله به سوال اینها پاسخ را میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.